درود بر شما دوستان عزیزم، وقت همگی به خیر. شروع میکنیم با هم درس 25 از گرامر سطح B2 رو. همونطور که میدونید توی درس قبل در واقع در مورد درسی که براتون گذاشتم در مورد آلس، آلس او و آلس ون بود و اینکه بعد از این موارد به معنی انگار کنیونتیو فای میومد. حالا درسی که امروز میخوام بهتون بدم یه مبحث خیلی خلاصه و ساده است و اونم اینه که اگر ما بخوایم کنیونتیو فای رو در زمان گذشته با افعال کمکی استفاده کنیم. اول قبل از اینکه این کار رو بکنم بهتون میگم که اصلا چرا ما باید این بحث رو با هم دیگه بخونیم. ببینید، در زبان فارسی ممکنه که شما در واقع یک جملاتی میخواید بگید که یک سری تأسف هایی هست که دارین که قبلا مثلا یک کاری رو باید انجام میدادید ندادید، یا باید یک کاری رو انجام نمیدادید ولی دادید، ولی در هر حال دارید امروز به عنوان یک تأسف، به عنوان یک چیزی ازش یادآوری میکنید که زیاد براتون خوشایندید، یعنی آرزوتون درست برعکس اون بود. مثلا من باید اکاش درس میخوندم، یا مثلا اکاش بیشتر درس میخوندم، اکاش بیشتر ورزش میکردم، اکاش ازدواج میکردم، اکاش حالا هر چیز دیگه، مثلا اکاش پول بیشتری پس انداز میکردم. و اینها همه در مورد، در واقع این چیزی که میخوام بهتون بگم یک گرامر بیشتر نداره و بهش میگن کنیونکتیب سپای فرگانگن هایت میت مودال ورمن. پس امروز ما میخوایم با همدیگه راجع به این تأسف، ابراز این تأسفات که چجوری در زبان آلمانی مطرح میشه. اولا که یک فرمول داره، اجازه بدیم من فرمولش اول براتون بنویسم. همیشه از هتن به علاوه در واقع از فعل هتن در واقع کنیونکتیو فای هابن هستش، همیشه هتن هست، هتن به علاوه الباقی جمله به علاوه اینفینیتیو اصلیمون، خب اینفینیتیو اصلی به اضافه مودال وربمون به شکل چی؟ به شکل اینفینیتیو. حالا یعنی چی؟ همینو من میخوام براتون مثال بزنم، سعی میکنم خود مثال، خود جمله رو براتون مشکی بنویسم. مثلا میگم ich habe nicht studiert، میگم من درس نخوندم. همین رو میخوام بگم ای کاش درس میخوندم. حالا وقتی میخوام این رو برگردونم به شکل، در واقع به شکل این فرمول بگم، میگم ich hätte، خب اینو من آلمانی کنم، خب میگم ich hätte، خب گفتم چیکار میکنم؟ بعد اینفینیتیو اصلی رو میارم. اینفینیتیو اصلیمون چیه؟ در واقع اشتودیغم فعل اصلیمونه، اشتودیغم ich hätte اشتودیغم، خب و فعل کمکی میارم زولن، یعنی میبایستی درس میخوندم، من میبایستی درس میخوندم، من درس نخوندم، من میبایستی درس میخوندم. یه مثال دیگه براتون میذارم، خیلی 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 این فرمولایی که دارم بهتون میگم کاربردی راحته. ich habe geheiratet، ازدواج کردم. اینو باید مشکی کنم براتون. خب حالا میخوام به شکل دو، یعنی میخوام بگم که من نباید ازدواج میکردم، میگم ich که همون میمونه، بعد hätte، بعد فعل اصلیمون چی بود؟ حالا اونجا مثبت بوده دیگه، میخوای منفیش کنی، میگیم ich hätte nicht heiraten sollen. خب بنابراین این heiraten اینفینیتیو اصلیمونه، اینه این اینفینیتیو اصلیه و مودال وربمون هم اینه، ولی هر دو یادتون باشه که همیشه به شکل در واقع مصدر و یا همون اینفینیتیو میاد. دوباره یه مثال دیگه براتون بزنم، میگم ich habe nicht گشپارت، یعنی من پس انداز نکردم. میبینید که جمله منفیه، حالا میخوام مثبتش کنم، میگم ich hätte، مثلا میتونم بگم mehr sparen sollen، اصلا میتونید مرم نگید، من این مر رو میذارم تو پرانتز، یعنی ای کاش بیشتر پس انداز میکردم. میتونید اصلا مر رو هم نگید، من بخاطر که جمله کمی منطقی تر به نظر بیاد براتون گذاشتم. خب میگه ich hätte mehr sparen sollen، sparen فعلش در واقع به معنی پس انداز کردن هست، اینفینیتیو واسمونه و زولن هم. حالا میتونید اینجا به جای زولن موسن بیارید، مثلا میتونید حالا بسته به معنای جمله میتونید از افعال کمک مختلف استفاده کنید. حالا من لزوما می نویسم زولن، نه که همیشه باید زولن باشه، این یادتون باشه. ich habe nicht gesund gelebt، من سالم زندگی نکردم. خب
خب من سالم زندگی نکردم. اینجا وقتی میخوام این جمله منفی هستش، وقتی میخوام مثبتش کنم میگم ich hätte gesund oder، مثلا میتونم بگم gesund، کاشکی سالمتر زندگی میکردم، من میبایستی سالمتر زندگی میکردم. ich hätte gesund oder gesund leben sollen. میخوام براتون مثاله میخوام یه دونم با لاسن براتون بزنم. ich habe mich scheiden lassen. خب همطور که تو این جمله میبینید sich scheiden lassen یعنی جدا شدن. ich habe mich scheiden lassen یعنی من جدا شدم. بعد میخواد بگی که من نبایستی جدا میشدم. ich hätte mich nicht scheiden lassen sollen. میبینید بچه‌ها شایدن لسن خودش یه ترکیبه دیگه. زیش شایدن لسن. شایدن لسن هم به شکل اینفینیتی و اصلی و زولن هم که به شکل مودال ورب ولی به شکل اینفینیتی اومده. خب اینم از این. باز اگر مثال دیگه ببینم که میتونم براتون بزنم. من چیزی تو یاد داشتم دارم. بله خب یک مثال دیگه براتون دوباره بزنم. ببینید همه تا همینجا فقط یه توضیح براتون در همین حد بدم. جمله منفیم بوده ich habe nicht studiert زدم ich hätte studieren sollen، پس مثبت شده. nicht رو برمی‌دارم و به شکل آرزویش یا یه تأسف می‌کنم. ich habe geheiratet ich hätte nicht heiraten sollen. ich habe nicht gespart منفی بوده ich hätte sparen sollen oder ich hätte mehr sparen sollen، مثبت شده. ich habe nicht gesund gelebt ich hätte gesund oder gesunde leben sollen، مثبت شده. ich habe mich scheiden lassen جدا شدم، بعد میگه نباید جدا میشم منفیش کردیم. ich hätte mich nicht scheiden lassen یعنی شما اگه به معنیش توجه بکنید کاملا متوجه میشین کجا باید منفیش کنید کجا باید جمله رو مثبت کنید. یعنی فقط منظورم اینه که به ظاهر کلمه nicht فکر نکنید. مثلا ich habe meine arbeit gekündigt، میگه من یعنی از کارم استعفا دادم. حالا میگه ich hätte meine arbeit nicht kündigen که در واقع اصلی هست infinitiv اصلی و sollen. خب اینو من دیگه هی براتون دونه دونه، جمله اولمون مثبت بود، جمله دوممون من میگم نباید از کارم استعفا میدادم. ich bin nie ins ausland gefahren. پس میشه ich hätte، میبینید همیشه با hätte هست، فکر نکنید چون زاینه بعد یه چیز دیگه بگید. ich hätte oft معنیش اینه که داشت که بیشتر ins ausland fahren sollen، باید بیشتر میرفتم خارج از کشور. خب میتونید دخترم نگید اصلا، میتونید بگید ich hätte ins ausland fahren sollen، باید میرفتم خارج از کشور. ich habe das ganze، این خیلی مهمه، معنایی منظورم هست، نور گعابایته. خیلی باید مراقب باشیم که اینطور اتفاق نیفته برمون، این تأسف جز تأسفات ما نباشه. ich habe das ganze Leben nur gearbeitet، میگه من تمام زندگیمو یا تمام زندگی رو فقط کار کردم. بعد جز تأسفاشه میگه من نبایستی. ich hätte nicht das ganze Leben nur arbeiten sollen. میبینید چقدر راحت و چقدر جالبه، چون تا الان یک کاش این کار نکردم، من نباید واقعا این کار میکنم، نباید اونجا پولو خرج میکردم. باز یکی دیگه مثال، ich habe nur für die Kinder gelebt، میگه من فقط برای بچه ها زندگی کردم و میگه که من نبایستی. ich hätte nicht für die Kinder leben sollen، من نبایستی فقط برای بچه ها زندگی می کردم. و یه مثال دیگه هم براتون بزنم. سعی کردم مثال، چون خود بحث ساده بود، سعی کردم مثال زیاد براتون بیارم. ich habe nur Hausarbeit gemacht، میگه من فقط کار خونه انجام دادم. میگه من نبایستی. ich hätte nicht nur Hausarbeit machen sollen، میگه من فقط نباید کار خونه انجام میدادم. خب من امیدوارم که
این مطلب که بسیار ساده و جز شیرین ترین بحثای زبان آلمانیه به دلتون نشسته باشه و مثالاش رو بتونید انجام بدید و تکرار بکنید و تو روزمره استفاده بکنید. تا ویدئوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.